سرخط خبرها. سکوت عربستان و ادامه ابهام درباره حمله به پالایشگاه آرامکو. واشنگتن میگوید کار ایران بوده. تهران میگوید نقشی نداشتیم. جهش کم سابقه قیمت نفت در جهان. آمریکا برای مهار بازار شیر ذخایر استراتژیک را باز میکند. افغانستان در صدر فهرست کشورهای بحران زده. بیش از 4000 نفر تنها در یک ماه قربانی جنگ شدند. و اولین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت، به فساد اقتصادی و اخلال در بازار دارو متهم شده. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. به این برنامه خبری خوش آمدید. به دنبال حمله روز شنبه به تأسیسات نفتی آرامکو، قلب صنعت نفت عربستان سعودی، آمریکا تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرده که وسعت حملات را نشان می‌دهد. گرچه شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند، اما آمریکایی‌ها می‌گویند مدارکی در دست دارند که نشان می‌دهد ایران مستقیما در این حمله‌ها دست داشته، چیزی که مقام‌های ایران آن را رد کردند. ژیار گل گزارش می‌دهد. هر روز که از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی می‌گذرد، انگشت اتهام به سوی ایران بیشتر می‌شود. این تصاویر ماهواره‌ای است که دیروز آمریکا منتشر کرد. تصاویری که 19 نقطه از تأسیسات نفتی عربستان در بقیق به خوریس را نشان می‌دهد که هدف حملات روز شنبه بودند. تصاویری که دقت حملات را نشان می‌دهد. منابع اطلاعاتی آمریکا می‌گویند دقت و پیچیدگی این حملات نمی‌تواند در توان شبه نظامیان حوثی یمن باشد. آنها انگشت اتهام را مستقیما به سوی ایران نشانه رفتند. رئیس جمهوری آمریکا از متحدش عربستان سعودی حمایت کرده و در توییتی نوشت به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله شد. دلایلی در دست است که نشان می‌دهد چه کسی پشت این حملات بوده. پس از تایید آماده حمله هستیم، اما منتظریم ببینیم پادشاهی عربستان چه کسی را عامل این حملات می‌داند. بر اساس آن اقدام خواهیم کرد. برخی از شهروندان عربستان سعودی حمله به تأسیسات نفتی این کشور را حمله به منافع همه در جهان می‌خوانند. حمله به عربستان سعودی مثل حمله مستقیم به آمریکا و اروپا است. این کشورها را مستقیما هدف گرفتند. فرض بر این است که ایران پشت این حمله هاست. ایران تنها به ما حمله نکرده. آنها به آمریکا پیام میفرستند که می توانند هر جایی به آمریکا حمله کنند. روز شنبه گذشته گروه حوثی های یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. چند هفته پیش هم تلویزیون وابسته به این گروه انبار موشک‌ها و پهپادهای آنها را نشان داد. اما منابع اطلاعاتی آمریکا می‌گویند با توجه به مسافت و شواهد از یمن که در جنوب این کشور است حمله نشده، بلکه احتمالاً از شمال و شمال غرب به این تأسیسات نفتی حمله شده است. بسیاری از کارشناسان می‌گویند احتمالاً مجموعه‌ای از پهپادها و موشک‌ها از ایران یا عراق تأسیسات نفتی عربستان را هدف گرفتند. اما مقامات ایرانی این اتهامات را رد کردند. جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده که از مردم یمن و حقوق اونها دفاع میکنه، اما اینکه این گونه حملات و به صلاح اقدامات دفاعی رو به جمهوری اسلامی ایران نسبت بدن واقعا در راستای همون دروغ حداکثری هست. حمله به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی تنش بین این کشور و آمریکا را با ایران وارد مرحله خطرناکتری کرده است. برخی از سناتورهای آمریکایی خواهان حمله آمریکا به تأسیسات نفتی ایران شدند. ژیار گل، بی بی سی. ادگار جلاد از سردبیران بی بی سی عربی اینجا با ما هستند. ادگار، چرا عربستان سعودی ساکته؟ تا حالا نشنیدیم که عربستان سعودی بعد از حمله ها انگشت اتهام رو مستقیما به طرف ایران اشاره بکنه. سعودی ها بسیار محتاط هستند، به ویژه در رابطه با این حمله، برای اینکه برای اونها و برای خیلی کشورهای دیگر جمله بریتانیا
واقعا مطمئن نیستن دقیقا چه اتفاقی افتاده. دارن سعی میکنن پیام این حمله رو دریافت بکنن. این فقط یه حمله نظامی نبوده، این حمله بوده که برای خودش یک پیغام خیلی قوی رو در عربستان سعودی منتقل می‌کرده و اونها می‌خوان بفهمن این پیام چی بوده و اینکه چه کسی این حمله رو انجام داده میتونه به اونها پاسخ‌های خاصی رو بده. شما اگه به تصویر بزرگتر نگاه بکنید میتونید ببینید و این رو سعودی‌ها هم فهمیدند که نیروهای حوثی که مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفتند به لحاظ فنی و داشتن فناوری قابلیت چنین حمله رو با چنین دقتی رو ندارند. تصاویر ماهواره‌ای که امروز منتشر شد، همین امروز صبح منتشر شدند، نشون میدن که هدف‌ها با دقت مورد رصد قرار گرفتن با سلاح‌های بسیار پیشرفته. این شبیه اون سلاح‌هایی نیستش که حوثی‌ها علیه فرودگاه‌ها در عربستان استفاده کرده، این چیزی شبیه این. احتمالاً یکی پشت این حمله بوده که فقط محدود به حوثی‌ها نبوده. فرضیه‌های متفاوتی در این باره مطرح شده. نکته دوم اینه که خود هدف برای سعودی‌ها بسیار مهم بوده و برای همین اونها باید دنبال پاسخ‌های دیگه بگردند. آرامکو شرکت نفتی عربستان مهمترین شرکت برای عربستان هست. آرامکو آماده بود که سهام خودش رو در معرض فروش قرار بده. من نمیدونم حالا این تصادفی بوده یا نه. هفته گذشته قول‌های بزرگ اقتصادی در دبی دور هم اومدن تا بتونن رو آرامکو قیمت گذاری بکنن. عربستان سعودی دنبال این بود که قیمت رو 2 تا 3 هزار میلیارد دلار به مناقصه بگذاره در ماه آبان امسال. اما شما اگه به خبرهای گوش بدید که تا امروز ما شنیدیم، احتمالاً این مناقصه در آبان ماه اتفاق نخواهد افتاد، برای اینکه این حملات مستقیماً بر روی سهام شرکت تأثیر میذاره و فراموش نکنیم شرکت آرامکو در کانون اصلاحاتی هستش که ولیعهد عربستان داره پیگیری میکنه و اونها میخوان از این طریق اقتصاد خودشون رو از حالت تک محصولی در بیارن و به روی اقتصاد آزاد و بخش خصوصی باز کنند. در هر صورت تنشی در منطقه جریان داره که یک طرفش ایرانه، طرف دیگرش عربستان سعودی، گروه های متعددی هم بزرگ یا کوچک دخیل هستند. شما که منطقه رو از نزدیک دنبال میکنید، خصوصا جهان عرب رو چی میگن در این باره؟ نگرانی ها در چه حدیه؟ جهان عرب نمیخواد این وضعیت تشدید بشه و به یک جنگ منطقه‌ای یا جهانی بدل بشه، چرا که همه رو تحت تأثیر قرار میده. حتی عربستان سعودی هم دنبال یک جنگ تمام عیار و گسترده علیه ایران نیست. برای همین الان دارن قدم بعدی خودشون رو میسنجن، برای اینکه وقتی توضیح بدن که چه اتفاقی افتاد، موضع خودشون رو اعلام بکنن، باید دست به اقدام بزنن. اگه ایران رو متهم بکنن، باید دست به اقدام بزنن. اگر ایران متهم نشه، یک فرد دیگه، یک کشور دیگه متهم میشه و اون موقع باید اقدام بکنن. شما اگه باید توجه بکنیم به خبر تماس مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه عراق که بهش گفت ما تحمل نخواهیم کرد که از خاک عراق حمله صورت بگیره، چرا که یکی از فرضیه‌ها این بود که شاید اون حملات تأسیسات نفتی عربستان مبدأش از خاک عراق بوده، از خاک عراق موشک شلیک شده. برای همین الان وضعیت بسیار پیچیده استش و کشورهای عربی نمیخوان ببینن که منطقه در اون یک مسیری بره که یک جنگ تمام عیار رو شاهد باشه. ممنونم از ادگار جلاد از سردبیران بی بی سی عربی. با آغاز به کار بازارهای نفت و 2 روز بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، گزارش‌ها از جهش کم سابقه در افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی حکایت دارد. در ساعات اولیه صبح دوشنبه قیمت هر بشکه نفت خام تا 20% هم افزایش پیدا کرد، افزایشی که بسیاری از تحلیلگران عوامل روانی بازار رو دلیل آن می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ریحانه مظاهری. بازارهای آسیا صبح دوشنبه، 2 روز بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان، جایی که معمولاً روزی 7 میلیون بشکه نفت این کشور در آن معامله می‌شود. لرزه‌های انفجار در تأسیسات نفتی یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت خام جهان حالا به وضوح در بازار دیده می‌شود.
رکورد ثبت شده در جهش 19% بهای نفت خام برنت دریای شمال خود گویای واکنش بازار است. خروج حدود 5% از نفت مورد نیاز جهان از چرخه تولید بهای نفت خام برنت را تا حدود $12 در هر بشکه افزایش داد. ترکش های خروج نیمی از نفت تولیدی عربستان از بازار تأثیرش تنها بر نفت نبود، بلکه حدود 1% هم بر بهای جهانی طلا افزود. واکنش ها حتی تا تهران هم که حالا برخی انگشت اتهام را به سوی آن نشانه گرفتند پیش رفت. بورس تهران امروز جهش حدود 5000 واحدی شاخص ها را تجربه کرد و شاخص بورس به 307000 رسید. بامداد شنبه 14 سپتامبر در دو حمله جداگانه پالایشگاه بغیر و پس از آن میدان نفتی خورایس هدف حمله قرار گرفتند. حمله‌ای که حوثی‌ها گفتند کار آنها بوده. پس از این حملات بود که وزیر نفت عربستان تایید کرد که تولید 5,700,000 بشک نفت این کشور دچار اختلال شده. توقف ناگهانی تولید این میزان نفت آن هم برای مدتی نامعلوم بی سابقه بوده. رکورد قبلی در سال 1979 میلادی همزمان با انقلاب ایران ثبت شده بود، زمانی که 5,600,000 بشک نفت از بازار جهانی حذف شد. عربستان گفته که برای جبران کاهش تولید از ذخایر 188 میلیون بشکه خود استفاده می‌کند. آمریکا هم که ذخایر استراتژیک 650 میلیون بشکه برآورد شده، گفته که برای جلوگیری از کمبود نفت در بازارهای جهانی مقداری از ذخایر راهبردی خود را روانه بازار می‌کند. به دلیل حملاتی که به تأسیسات نفتی عربستان صورت گرفته و با توجه به احتمال تأثیر آن بر بهای نفت، دستور دادم تا در صورت نیاز از ذخایر استراتژیک برداشت شود، به میزانی که در بازار نفت کافی وجود داشته باشد. با این حال تأثیر روانی حمله به بزرگترین پالایشگاه تولید نفت جهان در عربستان آنقدر زیاد است که باز کردن این ذخایر هم چاره ساز نبود. بازگشت تأسیسات آسیب دیده عربستان به روند تولید عادی ممکن است هفته ها وقت ببرد. حالا علاوه بر افزایش تنش در خاورمیانه، آسیب پذیری امنیت تولید نفت هم آشکار شده. موضوعی که برخی تحلیلگران میگویند باید در انتظار تأثیر بلند مدت آن بر بازار انرژی و اقتصاد جهانی باشیم. ریحان مظاهری، بی بی سی. دالغا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی در نشریه تخصصی نچرال گزوالد از باکو در جمهوری آذربایجان با ماست. آقای خاتین اوغلو، این طرف اون طرف میگن آمریکایی‌ها هم گفتن که ما ذخایر استراتژیک خودمون رو آزاد میکنیم، کمبود رو تامین میکنیم، ولی واقعا این شدنیه وقتی که نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت از بازار حذف میشه و میدونیم که حدود بالای 2 میلیون بشکه نفت ایران هم در بازار نیست؟ عرض سلام دارم. در دنیا کلن هلوش 2 میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک نفت هست که 650 میلیون بشکه اون در آمریکا هست. حدود 200 میلیون بشکه اون در عربستان هست که بخشی از اون در مصر و در اروپا ذخیره شده. یعنی این نفت ذخایر نفت عربستان هست. میشه البته در 8 ماهه اول سال جاری میلادی روزانه 900,000 بشکه نفت مازاد در دنیا تولید شده. منتها بایستی دید این تأسیساتی که مورد هدف قرار گرفتند کی میتونن خودشون به احیا بکنند و صادرات نفت عربستان دوباره به مدار 7 میلیون بشکه در روز برسه. خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعاتی که از منابع عربستان دریافت کرده میگه شاید ماه‌ها طول بکشه که تولید نفت و صادرات نفت عربستان به میزان 7 میلیون بشکه در روز برسه. منتها دقیقا نمیشه گفت که چه مقدار و چه زمانی از تولید عربستان احیا خواهد شد. اشاره شما به اینه که نفت کافی در اروپا و همینطور در آمریکا وجود داره. میدونیم که مصر هم خب نزدیک است به بازارهای اروپا، ولی در خاور دور چه؟ مثلا در بازارهایی که نفت هند و چین رو تامین میکنن چه؟ آیا اونجا هم به اندازه کافی نفت هست؟ بله، ذخایر استراتژیک چین هست. منتها این نکته ای که وجود داره اینه تقریبا میشه گفت 3/4
کل صادراتی که عربستان داره به بازارهای آسیایی، یعنی آسیای دور، به چین، هند، کره جنوبی و ژاپن میره. لذا این تاثیرش رو ما الان در بورس چین یا سنگاپور، هنگ کنگ میبینیم که شاخص افتاده پایین. مشکل اصلی الان اینه که در چه بازی عربستان بتونه، در چه بازی زمانی تولید خودش رو احیا بکنه. اگه نتونه تولید خودش رو احیا بکنه، قیمت‌های نفت افزایش پیدا خواهد کرد. چرا؟ چون استفاده از ذخایر استراتژیک نفت هم خودش عاملی بر افزایش قیمت نفت هست. بسیار ممنونم از دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در نشریه تخصصی نچرال گاز ورلد. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید برنامه برای دیدار حسن روحانی و دونالد ترامپ در نیویورک وجود ندارد. عباس موسوی تاکید کرده با وجود گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره احتمال دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا، او فکر نمی‌کند چنین اتفاقی رخ دهد. پیشتر دونالد ترامپ هم احتمال چنین دیداری را رد نکرده بود. با این حال او در توییتی نوشته که بعضی میگویند او بدون پیش شرط خواستار ملاقات با ایرانی هاست که این خبر دروغ است. رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشستی سه جانبه میان ایران، روسیه و ترکیه درباره آینده سوریه به آنکارا رفته. گفته می شود وضعیت شهر ادلب که هنوز درگیر جنگ است یکی از محورهای گفتگو است. وضعیتی که تا حدودی محل اختلاف بین ایران و روسیه با ترکیه است. حسن روحانی دیدارهای دو جانبه یا جداگانه‌ای درباره مسائل منطقه با ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان خواهد داشت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت اجرای کامل برجام توسط طرف‌های مقابل، کاهش تعهدات ایران قابل برگشت است. علی اکبر صالحی برای شرکت در نشست سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین رفته. او در سخنرانیش در این جلسه خوان برخورد با آمریکا به دلیل نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. برنامه را با نگاهی به سرخط خبرهای مهم روز ادامه می‌دهیم. با گذشت دو روز از حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان، گمانه‌زنی‌ها درباره عامل این حمله ادامه دارند. منابع اطلاعاتی آمریکا ایران را متهم می‌کنند، اما ایران می‌گوید هیچ نقشی نداشته. به دنبال حمله روز شنبه به تاسیسات نفتی عربستان، قیمت نفت در جهان به طور کم سابقه‌ای بالا رفته. آمریکا گفته در صورت نیاز ذخایر استراتژیکش را آزاد می‌کند. در ادامه برنامه شش هفته در التهاب، کشمیری ها در میدان جنگ ارتش هند و پیکارجویان گیر افتادند. یافته های یک تحقیق تازه بی بی سی نشان می دهد که در ماه گذشته میلادی تلفات جنگ در افغانستان بیشتر از مجموعه تلفات جنگ در سوریه و یمن بوده. این تحقیق دریافته که هیچ روزی در ماه اوت بدون حادثه امنیتی نبوده و روزانه حداقل 75 نفر در افغانستان جانشان را از دست دادند. خبرنگاران بی بی سی در جریان یک ماه تحقیق علاوه بر جمع آوری آمار به مناطق مختلف افغانستان زر زدند تا تصاویری از این جنگ خونین به دست بیاورند. شعیب شریفی همکارم از دفتر ما در کابل با ماست. شعیب، کمی در مورد چگونگی انجام این تحقیق بگو. تشکر جمال، سلام به شما و بیننده ها. خبرنگاران ما در پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان یک جا با گروه تحقیقی بی بی سی و منابع ما در 34 ولایت افغانستان کوشیدند که هر رخدادهای امنیتی در ماه آگوست را، هر اتفاق امنیتی که در ماه آگوست هر روز رخ داده، چی رسانه‌ای شده و یا هم منابع مستقیما به ما گفته، ثبت کردن و کوشیدن که در حد اقل 3 منبع مختلف یا ما را تایید کنم. در برخی مواردی که خیلی پیچیده بوده حتی تا 5 الی 6 مورد منبع کوشیدیم تا تماس بگیریم تا رخداد را تایید کنیم و حدودا در یک ماه، حدود 31 روز ماه آگوست، بیش از نزدیک به 12
صد رخداد امنیتی را مورد تحقیق قرار دادن و حتی توانستن که حداقل 600 رخداد امنیتی را تاییدی از این از منابع مختلف به دست بیارن که خیلی کار دشوار بود به دلیلی که بسیاری از رخدادهای امنیتی در خیلی مناطق خیلی دوردست رخ داده و برخی روزهایی که رخدادهای بزرگتر امنیتی یا در پایتخت یا در شهرهای دیگه اتفاق افتاده رخدادهای کوچکتره که آمار تلفات او کمتر بوده رسانه‌ای نشده و ما کوشیدیم که حتی رخدادهای کوچکتره که تلفات در حد اقل یک دو هم بوده در قید پژوهش شامل بسازیم. به نظر میاد که دقت زیادی صورت گرفته. این تحقیق درباره جنگ افغانستان در کل چه تصویری رو نشون میده؟ خب اول باید روشن بسازم که باز هم یافته های تحقیق بیانگر آمار حداقل تلفات در افغانستان است. یعنی در موارد شده که ما چندین آمار از یک رخداد امنیتی گرفتیم حتی بعد از تایید هم کوشیدیم که حداقل از اون مورد تایید قرار بدیم آمار تلفات کل نظامیان و غیر نظامیان در افغانستان نظر به یافته های ما به مراتب بیشتر از آن چیزی است که ما گزارش دادیم و یا سازمان ملل و یا منابع دیگه در افغانستان گزارش دادن و بدبختانه باز همین نشان میده که غیر نظامیان در هم از سوی حکومت و هم از منابع عناصر آنچه ضد حکومتی میگن که بیشتر اشاره به طالبان و داعش است از هر دو طرف تقریبا نظر به یافته های ما به طور مساوی کشته و زخمی شدن و این غیر نظامیان هستند که بیشتر بهای جنگ میپردازند. آنچه که برجسته شده این بار البته در ماه آگوست که مذاکرات صلح هم به نحو تلاش ها در اوج خود رسیده بود موازی به این تلاش های مذاکرات صلح عملیات طالب ها و همچنان عملیات نیروهای افغان و خارجی علیه طالب ها هم شدت یافته بود و نظر به یافته های ما حداقل نیمه از کشته شده ها یعنی نزدیک به 1000 نفر ما تانستیم که تاییدی از این بگیریم که جنگجویان طالب بودن. بسیار ممنونم از شعیب شریفی همکارم در کابل با ما. اولین جلسه رسیدگی به اتهام‌های شبنم نعمت‌زاده فرزند محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت ایران برگزار شد. خانم نعمت‌زاده یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی و اخلال در توزیع دارو در ایران است. شبنم نعمت‌زاده متهم است که با علم به مؤثر بودن اقداماتش در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی در توزیع دارو اخلال کرده. خانم نعمت‌زاده که در بازداشتگاه است در جلسه امروز دادگاه اتهام‌ها علیه خود را رد کرد. همکارم امید منتظری موضوع رو دنبال کرده. امید، این پرونده توجه زیادی رو به خودش جلب کرد. دقیقاً دلیل اینکه اصولا سر و صدای این پرونده خیلی زیاد بود، یکی اولا مسئله خود این پرونده است، ارقامی که توش مطرح میشه، یکی مربوط به جایگاه متهمه و یکی در واقع در مورد زمانی که این پرونده داده طرح میشه. در مورد اول، یعنی در مورد خود پرونده، خانم شبنم نعمت‌زاده متهم شده متهم شده به اخلال در نظام اقتصادی کشور. رقم بزرگ 350 میلیارد تومانه که خود شبنم نعمت‌زاده فقط 200 میلیارد تومنش رو پذیرفته. بیشتر شرکت‌های بزرگ دارویی ایران میشه گفتش که شاکی این پرونده‌ن. وزارت اطلاعات پشت این پرونده است. اساساً بخشی از پرونده با شکایت وزارت اطلاعات مفتوح شده. وزارت اطلاعات گفته که این مشکلی که این شرکت توسعه دارویی رسا به وجود آورده اینقدر بوده که دچار بحران‌های کارگری کرده. بحث این بوده که کمبود کالای اساسی تو کشور به وجود اومده با اشاره به دارو. یه مطلب دیگه که در مورد خانم شبنم نعمت‌زاده است، بحث ایشون دختر محمد رضا نعمت‌زاده است، کسی که هم وزیر بوده تو دولت اول خود آقای روحانی، هم وزیر بوده تو دولت آقای هاشمی رفسنجانی. خودش اتهاماتی بهش زده شد از طرف منتقدان دولت 11 هم. گفته می شدش که آقای محمد رضا نعمت‌زاده در حدود
تصدیگری داره، در 20 شرکت عضو هیئت مدیره است، همسرش و دو دخترش عضو هیئت مدیره بودند. برای همین کسی که به هر صورت عضو حزب اعتدال و توسعه است، حزبی که به هر صورت تو کابینه آقای روحانی حضور داره، بسیاری از اعضاش این بحث مطرح می‌شدش که خب اینا خیلی نزدیکن به دولت و داره در زمانی مطرح میشه که در چند روز گذشته نقل قولی خبرگزاری فارس از آقای حسن روحانی کرد که برخوردها در قوه قضاییه جناحی، موضوعی که البته امروز آقای علی ربیعی سخنگوی دولت تا حدی گفتش که پذیرفت که این صحبت ها شده، ولی گفتش که این صحبت ها ناقص به رسانه ها کشیده شده. ولی به هر صورت این مسئله مطرحه که شبنم نعمت‌زاده در دادگاهی داره محاکمه میشه، دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، که آقای ریاست جمهوری در بیانیه گفتش که این دادگاه ها که به پیشنهاد آقای لاریجانی بوده، این دادگاه ها در واقع اون تشریفات قانونی لازم درش رعایت نشده، برای همین در واقع انتقادات بالا گرفته و این حرف ها از طرف آقای روحانی مطرح شده و دقیقا در این دوره یکی از وزرای پیشین دولت دخترش داره محاکمه میشه. ممنونم از امید منتظری. 6 هفته بعد از اینکه دولت هند اختیارات ویژه منطقه کشمیر را لغو کرد، این منطقه همچنان ملتهب و نارام است. تلفن‌های همراه و خطوط اینترنت قطع هستند و رهبران سیاسی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. ده‌ها هزار نفر از نیروهای دولتی در منطقه مستقر هستند و درگیری‌های بین معترضان مخالف دولت و نیروهای امنیتی در جریان است. یوگیتا لیمای از سرنگر گزارش می‌دهد. خانواده‌ای که با پسر بزرگش خداحافظی می‌کند. مادر مبهوت از شدت ضربه. اسرار احمد خان 17 ساله بود. او دانش آموزی باهوش و عاشق کریکت بود. خانواده می‌گوید که از ناحیه سر هدف گلوله گاز اشک‌آور قرار گرفته و نیروهای دولتی هند به او شلیک کردند. مودی درد منو میفهمه، عذرخواهی کرده، محکومش کرده، فردا باز یه عده دیگه میمیرن. این روزا تو کشمیر هیچ کس پاسخگو نیست. ما اسرار را وقتی در بیمارستان با مرگ می جنگید ملاقات کرده بودیم. مرگ این پسر تبدیل شد به نماد تضاد و درگیری های کشمیر. دکترها می گویند او به دلیل جراحات ناشی از تاشمه ها و انفجار گلوله گاز اشک‌آور کشته شده. اما نیروهای دولتی می گویند علت مرگش سنگ پرانی معترضان مخالف دولت بوده است. There have been varying accounts of the number of deaths and injuries. در یک ماه گذشته که اعتراضات به لغو اختیارات ویژه برای کشمیر تبدیل به درگیری‌های خشن شده، شاهد آمار متفاوت کشته‌ها و زخمی‌ها بوده‌ایم. دولت هند می‌گوید عملیات نیروهای امنیتی جان هیچ کس را نگرفته، اما نیروهای مخالف مسلح 3 نفر را کشتند. Armed insurgents have killed 3 people. The owner of this shop was one of them. صاحب این مغازه یکی از آنها بوده. او وقتی توی مغازه روبروی همسرش نشسته بود گلوله می‌خورد و می‌میرد. خانواده‌اش می‌ترسیدند با ما صحبت کنند. پلیس می‌گوید گروه‌های افراطی به مردم هشدار می‌دهند که مغازه‌ها، بانک‌ها و پمپ بنزین‌ها را باز نکنند. مردم عادی بین پیکارجویان و ارتش گرفتار شدند. در خیلی جاها مردم میگویند این نیروهای امنیتی هستند که ترس و وحشت ایجاد میکنند و مردم را به شکل غیر قانونی دستگیر میکنند. ما تو کشمیر به خیلی مناطق رفتیم و بیش از 12 خانواده رو ملاقات کردیم که میگفتند بچه هاشون رو دستگیر کردن. بعضیاشون بعد از چند روز آزاد شدن. بعضی هم هنوز در بازداشت هستن. جوانترین اونها 10 سالشه. همه آنها به ما گفتند مراحل قانونی طی نشده. بعضی ها گفتند که کتک خوردند. این مرد با پسر 16 ساله اش دستگیر شده بود. آنها از ترس نیروهای امنیتی مایل نبودند چهره هایشان معلوم باشد. اونها رو کتک زده بودند و رو زمین انداخته بودند. من به شدت درد داشتم. منو کتک زدن، اما با بچه ها اینجوری رفتار میکنن. من خیلی تحمل کردم. پسرش به من گفت که از ترس شبها نمیتواند بخوابد.
پلیس کشمیر به درخواست بی بی سی برای اظهار نظر پاسخ نداد. ارتش هند هم گفت تا زمانی که ما هویت مصاحبه شوندگان و جزئیات اتفاقات را فاش نکنیم به ادعاها پاسخ نمی دهد. شش هفته است که فضا در کشمیر امنیتی است. هرچه این وضعیت طولانی تر شود، نارضایتی ها هم بیشتر خواهند شد. یوگیتا لمای، بی بی سی نیوز، سرینگر. ممنونم از همراهی شما با این بخش.